سفر به کانادا و بازدید از آبشارهای بسیار با عظمت و زیبای نیاگارا یا همون نیاگارا. آبشاری در مرز آمریکا و کانادا، این سمت که من ایستاده بودم استان اونتاریو کانادا هست و اون سمت ایالت نیویورک آمریکا. این آبشاری که الان می‌بینید آبشار نل اسبی که آبشار بسیار قوی و پرقدرتی است و آبشار کانادایی هست، این هم قایق کانادایی که مسافرها رو زیر آبشار میبره. حالا بعد با هم تجربهشو براتون توضیح میدم. این هم آبشار آمریکایی هست و قایق‌های آمریکایی که رنگشون آبیه، حالا بعداً در تصاویر میبینید. آبشار نل اسبی بسیار بزرگ و قدرتمند، ارتفاعش بیش از 60 متره و این هم قایق آمریکایی که خدمتتون گفتم و در 60 ثانیه حدود 160 متر مکعب بشک آب میگن از این آبشار مرتفع میریزه. قدرتش بچه‌ها فوق‌العاده زیاده. حالا بعد که سوار قایق‌ها شدیم قدرت این آب رو بهتون معرفی می‌کنم. این هم قایق‌های آمریکا و کانادا کنار هم که دارن مسافرها رو می‌چرخونن. این دیگه انتهای این آبشار نل اسبی، ببینید چقدر زیبا و پرقدرت بعد از نزدیک می‌دیدید. شهر نیاگارا که این آبشارها داخلش قرار داره در کانادا، شهر توریستی بسیار زیباییه و پر از بازدید کننده هست. رستوران، کافی شاپ، کازینو، حالا یه قسمتی از شهر که اطراف آبشار نشونتون میدم. غیر از قایق سواری و رفتن زیر آب این آبشار و تجربه بسیار خوبش، میتونین هلیکوپتر سواری هم روی این آبشار بکنین و آبشار نیاگارا رو از بالا ببینید. ما 3 روز داخل این شهر نیاگارا بودیم و تقریبا از تمام گوشهای این شهر صدای این آبشار پرقدرت رو میتونید بشنوید. من تو این 3 روز تقریبا روزی 2 بار میومدم آبشار رو نگاه میکردم، برای که خیلی با عظمتش وصف ناپذیره و من صداش رو توی فیلم کم کردم. نمیدونی چه صدایی داره. پارسال که ما به کانادا و خیلی از کشورهای دیگه سفر کردیم، متاسفانه پیج اینستاگرامم فقط اختصاصی شیرینی‌پزی بود و کانال یوتیوبم هم همینجور، برای همین ویدیوهاش اونجا نذاشتم، ولی تو پیج شخصی اینستاگرامم عکساش گذاشتم. خب اینجا دیگه می‌خواستیم سوار قایق شیم، از این کاورها بهمون دادن پوشیدیم یا همون بارونی‌ها، برای که سوار قایق شیم و ببینید چه اتفاقی افتاد. قیمت بلیتش برای یک تور حدود 12 دقیقه‌ای در زیر این آبشارها حدود 150 دلار کانادا بود که خب می‌ارزید، ارزش رو داشت. و وقتی که ما نزدیک شدیم به این آبشارها، انقدر قدرتشون زیاد بود و آب بهت می‌پاشید کف قایق و تمام سر تا پات خیس می‌شد و اصلا جریان باد از این قدرت آب تولید شده بود که مسافرها رو از جا می‌کند. این رو تاکید میکنم که من صدای این فیلم ها رو تقریبا تا درجه آخر بستم، اما باز ببینید چقدر صدا داره. این هم آمریکایی ها که داشتن سوار قایق هاشون میشدن، اونها هم دوری بزنن. اونها این بارونی هاشون رنگ آبی بود، کشتی هاشون هم رنگ آبی بود. ببینید تو صف ایستادن برای سوار شدن به قایق. این 3 روزی که اونجا بودیم داخل یک کلبه خوشگل در یک طبیعت زیبا بودیم، ولی من متاسفانه فیلم نگرفتم. همونطور که خدمتتون گفتم قبلا فیلم های سفرهامو نمیذاشتم. شدت باد رو میبینید، فکر نکنید باد میومد، این شدت باد به خاطر جریان آب بود که ما هرچی به آبشار نزدیک میشدیم، البته نزدیک نشدیم، ولی خب هر چقدر نزدیکتر میشدیم این شدت باد بیشتر میشد. ببینید توریستا مثلا موبایل ها رو به زور توی دستامون نگه داشته بود. این همون آبشار کاناداییشه، آبشار نل اسبیش که به نظر من زیباترینش همینه. سفر کانادای ما 1 ماه بود که بیشترش رو در شهر تورنتو گذروندیم و البته خب شهرهای دیگه هم دیدیم. یادم رفت بهتون بگم آبشار نیاگارا حتما در شب ببینید. من قبلا فیلماشو به صورت استوری توی اینستاگرامم گذاشتم. این آبشار توی شب نورافشانی داره و خیلی زیباست. کازینوهای اطرافش هم که تا صبح باز هستن. این هم دریاچه‌ای که آبشار نیاگارا بهش میریزه و در استان اونتاریو و بین شهر تورنتو و شهر نیاگارا بود. این هم شهر تورنتو و برج معروف CN. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو راجع به ویدیو برام بنویسین و با دیگران به اشتراک بذارین. پیج اینستاگرامم رو میتونید فالو کنید، ویدیوهای بیشتری اونجا هست.